به نام خداوند توانا و مهربان، خدمت بینندگان عزیز و همیهنان گرامی سلام عرض می‌کنم. از ورزشگاه قطر اسپورت کلاب شهر دوحه با شما صحبت می‌کنم، در حالی که قرمزپوشان کره جنوبی در مقابل بازیکنان یک دست سفید پوش فوتبال ایران سفارایی کردند. 25مین مساف دو تیم ملی ایران و کره جنوبی در دوحه قطر در جریان 15مین دوره جام ملت‌های آسیا. پشت دفاع با میندازن، حالا فرصت داره. مهدی رحمتی بیرون میاد و توپو به خوبی جمع میکنه. احسان حاج صفی اشتباه، فرصت برای تیم کره، یه موقعیت خیلی خطرناک به نفع اونها. به سمت دروازه ما رحمتی که توپو در اختیار میگیره. پژمان نوری اولین حرکت رو شروع میکنه، یه پاس به بیرون عالی میندازه، فرصت هست برای کریم انصاری فر. کورنر برای تیم کره بروی دروازه، یه سانت، یه ضربه سر، حالا خطرناک این موقعیت، یه موقعیت از راه گول، خطرناک و محکم توپو میزنن. نصرتی، تیموریان، خطاها بیشتر و بیشتر میشه. تیموریان اعتقاد داره که مربی کره نباید تو این قضیه دخالت بکنه، هرچند اینجا آن دو هم یه قیچی زد و اعتراض او هم با یک کارت زرد مواجه میشه. حالا سرزنهای ما جلو آمدن، دروازه، یه فرصت، یه ضربه که میتونه دروازه رو باز بکنه. چه فرصتی بود و چه موقعیتی، اما توپ به گل تبدیل نشد. نگاه کنیم، اشتباه مدافعان کره، میتونست دروازه خودشون رو باز بکنه. غلط برای خوب زد و اینجا بود که یار شماره 10 جی دونگ وون میخواست دروازه خودشون رو باز کنه. برمیگردونه عقب با کوجا چهال، بازم کوجا چهال، پارچی سونگ نباید بذارن آزاد کار بکنه. فرصت برای یاران کره، پارچی سونگ و ضربه که حالا خطرناک و ارتفش، اونجا توپ به بیرون میره. خیلی بلند به جایی که حالا موقعیت خطرناک به وجود بیاد. رحمتی یه لحظه بر میگردونه و حالا خط دفاعی با کمک رحمتی توپو دور میکنه. امیدواریم در این نیمه گل هم نخوریم فعلا. فرصت هست برای یاران کره، یه موقعیت خطرناک، چه شوتی میزنه جی دونگ وون، بازیکن تیم چونم دراگونز کره. نگاه کنید، بازیکنی که دو گل به تیم هند زد. تماشاگران کره‌ای هم پر سر و صدا هستند و تیم خودشون رو با هیجان زیادی تشویق می‌کنند. کورنر به سمت دروازه، مهدی رحمتی به شکلی خیلی عجیب توپ از چارچوب بیرون کشید، خیلی قشنگ بیرون کشید. یه حرکتی از پارک چی سونگ، حرکت خوب او میتونه یک دو خطرناک بشه. فرصت هست، هنوز پارک دوباره پا به توپ بلند میشه، بازی دنبال میکنه، پارک است و دروازه ایران. با حرکت خوبی که حالا بچه‌ها انجام میدن و جلوی حرکت پارکو گرفتن. دیدید روی زمین افتاده بود، پاشد دوباره بازی رو ادامه داد و حالا مهدی رحمتی به حمله کره ها پایان میده. آندرانیک تیموریان، فرصت برای حتی شوت زدن، او بازیکن شوت زنی هم هست. حالا رضایی میزنه ولی خیلی خوب نبود شوته غلام رضا رضایی. بازم یه بار دیگه از کناره ها تیم کره با چادری فرصت خوبی دارن. سانت توپ، یه ضربه سر، یه حرکت تاکتیکی قشنگ از بازیکنان کره، واقعا خوب بود کار اونها. و رحمتی توپو گرفت. نگاه کنیم کاری که در بازی قبلی حیدری و تیموریان و رضایی با هم میکردن و تیم ما به نتیجه میرسید، حالا اینجا چیزی نمونده بود که کره ای ها را به نتیجه برسونه. کار خوب از یاران ما. فرصت برای خسرو حیدری هست، ببینیم چی میشه اینجا. یه موقعیت، یه فرصت، یه ضربه، حالا ببینیم، موقعیت هست و دروازه تیم کره و خلعت برای که اونجا رو شلوغ میکنه، اما نه، به گل نمیرسیم. پارک باز هم حرکت میکنه و خودش توپو میسپاره به لیانگ پیو. یه فرصت دیگه، باز هم سگه جلال حسینی، عقیلی، پژمان نوری در محوط جریمه، یه موقع خطرناک، مهدی رحمتی و توپ در اختیار میگیره. لی چانگ یونگ
حاج صفی از همون چو ضربه رو میزنه. احسان حاج صفی غلط بری، یه موقعیت، یه ضربه سر، فرصت برای هادی عقیلی تا یک مدافع گل بزنه. عالی کار کرد غلط بری، یه دریبل قشنگ، این ضربه سر برای هادی عقیلی و توپی که به بیرون میره. یه فرصت، یه موقعیت، رضایی، خطا، خطا، محرز و کارت زرد برای بازیکن کره جنوبی. لی جونگ سو با رفتن مسعود شجاعی که حالا به نظر میرسه روپاتر هم داره نسبت بازی قبلی بازی میکنه، تیم جون دوباره ای میگیره. این حرکت از غلامرضا رضایی قشنگ بود و میتونست رد بشه و حتی گل بزنه. جواد نکونام چه کار میکنه؟ میزنه، فرصت برای ایران. عقیلی یه اشتباه، فرصت برای تیم کره، خیلی خطرناکه، همچنان ادامه داره و توپ به بیرون میره. ببینیم بچه‌ها چه کار میکنن. خلط بری یه پاس به جلو، فرصت برای مخصوص جایی، پژمان نوری میتونه شوت بزنه و چقدر شوت بعدی میزنه. نتونست اونطور که باید از این توپ استفاده بکنه. پایان بازی و حداقل این که در دقایق پایانی نه تیم ما گل خورد نه گل زد. نود دقیقه مساوی بدون گل، دو تا 15 دقیقه باید اضافه بشه، بعدم ضربات پنالتی که ما بخش دوم اختصاص دادیم به اون دو تا 15 دقیقه که نتیجه بازی هم اونجا تغییر کرد و کره گل زد، اونو نگه داشتیم پخش میکنیم. در خدمت آقای ناصر